اگه دوست داری با طراحی و مونتاژ تابلو برق بیشتر آشنا بشی و از این راه پول در بیاری، تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. اول از همه باید بگم که تابلوهای برق به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک تابلوهای مدار فرمان هستند که توی راه اندازی و کنترل ماشینالات صنعتی استفاده میشن که ما اینجا در مورد این نوع از تابلوها نمیخوایم صحبت بکنیم. صحبت ما اینجا در مورد تابلوهای توزیع هستش که در واقع وظیفه تقسیم جریان رو توی یک فضایی، حالا توی یک واحد تجاری، مسکونی، اداری یا توی یک ساختمان بر عهده داره. با استفاده از این تابلوها ما میتونیم کنترل بکنیم که جریان به چه سمتی هدایت بشه، کدوم مدار رو تغذیه بکنه و در واقع از مداراتمون محافظت هم بکنیم. همینطور که دارید مراحل مختلف مونتاژ این تابلو رو میبینید توی این ویدیو، میخوایم در مورد این مسائل بیشتر با هم صحبت بکنیم. توی تابلوهایی که وظیفه تقسیم جریان رو دارن و محافظت از مدارهای ما رو توی ساختمان ها بر عهده دارن، ما از یک سری تجهیزات حفاظتی استفاده میکنیم. اولین تجهیز حفاظتی کلید کامپکت یا کلید مینیاتوری ورودی اون تابلو برقه. حالا بعضی جاها از کلید مینیاتوری استفاده میشه توی مداراتی که در واقع تابلوهایی که جریان ضعیفتری دارن، و برای تابلوهایی که جریان بالاتر هست و میخوایم حفاظت بهتری داشته باشیم از کلیدهای کامپکت استفاده میشه. کلید اصلی تابلو که حالا میتونه یک کلید مینیاتوری تک فاز مثلا 25 آمپر یا 32 آمپر باشه، یا میتونه یک کلید مینیاتوری سه فاز باشه، میتونه یک کلید کامپکت باشه، فرقی نمیکنه. همه این موارد دو تا وظیفه اصلی دارن. یک، کنترل جریان حرارتی توی مدار و توی ساختمان و توی اون تابلو. دو، کنترل جریان مغناطیسی. حالا جریان حرارتی چیه؟ ببینید، مجموع جریانی که دارن مصرف کننده های ما از این تابلو میگیرن و مصرف میکنن از یک حدی نباید بالاتر بره. اون حد توسط این کلید بررسی میشه و اگر از اون مقدار بالاتر رفت، کلید وظیفه قطع کردن داره. حالا یه نموداری داره، هر چقدر اون مقدار جریان حرارتی از جریان قابل تحمل کلید بالاتر بره، سرعت قطع کلید بیشتر میشه. و وظیفه دومش کنترل جریان مغناطیسی تابلو هستش. جریان مغناطیسی یعنی اتصال کوتاه. ببینید، وقتی که ما بیایم دو تا فاز رو یا فاز و نول رو جوری به همدیگه برسونیم، جوری به همدیگه اتصال بدیم که مقاومت ما خیلی کم باشه، یعنی نزدیک به صفر باشه، طبق قانون اوم جریان ما به ماکسیموم و به بی نهایت میرسه، یعنی یک عدد خیلی بالا. حالا اگر مقاومت صفر باشه، که حالا هیچ وقت این اتفاق نمیفته، جریان بی نهایت میشه. هر چقدر مقاومت به صفر نزدیکتر باشه، جریان ما هم بی نهایت نزدیکتره. خب زمانی که ما فاز و نول رو به هم دیگه میزنیم یا دوتا فاز رو به هم دیگه بچسبونیم، مقاومتی بین این دوتا تقریبا میتونیم بگیم نیست، مقاومت خیلی کمه. پس جریان ما میل پیدا میکنه به سمت بی نهایت و این میتونه خیلی خطرناک باشه. دومین وظیفه تمام کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای کامپکت اینه که این جریان رو کنترل بکنن و توی همچین لحظه‌ای بتونن خیلی سریع قطع بکنن. تمام کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای در واقع کامپکت یه حداکثر جریان مغناطیسی قابل قطع دارن که توی کاتالوگ و توی حالا اون مشخصات فنیشون قید شده. به این نکته حتما باید دقت داشته باشید. بعد از اینکه کابل برق ورودی رو ما وصل کردیم به که بالای کلید کامپکت، خروجی کلید کامپکت باید بیاد توی یک سری کلید نشت جریان. حالا میتونه یه دونه کلید نشت جریان باشه یا میتونه چند تا باشه. ما اینجا از سه تا کلید استفاده کردیم. دلیلش اینه که مداراتمون رو از همدیگه تفکیک کردیم که زمانی که کلید نشت جریان عمل کرد، تمام ساختمان، تمام اون واحد خاموش نشه و دچار بی‌برقی نشه. برای همین اتفاق و برای همین قضیه ما اومدیم و در واقع کلیدهای نشت جریانمون رو تفکیک کردیم، مداراتمون رو تفکیک کردیم و برای هر مدار یه دونه کلید گذاشتیم. حالا مدار روشنایی رو جدا کردیم، مدار پریزها رو جدا کردیم، مدار کولرها رو هم جدا کردیم. ما اونجا مثلا توی ساختمون حدودا فکر کنم 11 تا کولر گازی داشتیم. حواستون به این قضیه باشه، زمانی که دارید کلید نشت جریان هاتون رو تفکیک میکنید توی یک تابلو، باید نول های مصرف کننده هاتون هم تفکیک کنید. یعنی برای هر کدوم از این کلیدهای نشت جریان باید یه شینه نول جدا در نظر بگیرید که مصرف کننده هایی که
در واقع فازشون رو دارن از اون کلید میگیرن، نولشون هم باید از همون کلید بگیرن. تفکیک ارث نیاز نیست. این قضیه یه موقع فکر نکنید ارث ها رو هم باید تفکیک کنید، نه، ارث ها همه به هم وصل میشن و یه دونه شینه کافیه برای ارث. ولی برای نول اینجا مثلا توی این تابلو ما سه تا نول مجزا داشتیم بعد از کلیدهای نشت جریان و یه دونه شینه نول هم گذاشتیم قبل از کلیدا، که در واقع نول ورودی اومده روش و سه تا سیم نول اومده روی کلیدهای نشت جریان. یعنی برای تقسیم نول قبل از کلیدا هم یه دونه شینه نول گذاشتیم. توی این تابلو برای اینکه سه تا شینه نول نذاریم در واقع برای خروجی هامون، اومدیم و از ترمینال های سه طبقه استفاده کردیم. ترمینال هایی که طبقه پایینشون اون طبقه که روی ریله در واقع برای ارت استفاده میشه معمولا، طبقه وسط برای فاز استفاده میشه و طبقه بالایی برای نول استفاده میشه. و ردیف بالا که برای نول هست و با استفاده از جمپر به همدیگه اتصالشون میدیم. حالا جمپر از بالا اصطلاحا هم بهش میگن برای ترمینال ریلی. اینا رو به همدیگه اتصال میدیم و یه دونه نول وقتی بدیم به یکی از ترمینال ها، همه ترمینال ها دالای نول میشن و در واقع میتونیم ازشون استفاده کنیم به جای اینکه از ترمینال در واقع از شینه نول بخوایم استفاده بکنیم. برای اون ارتتون هم میتونید از جمپرهای شونه ای استفاده بکنید. یعنی جمپر شونه ای رو بندازید در واقع زیر ترمینال و بالای ترمینال هم ارتای مصرف کننده ها رو ببندید روی ترمینال. این کلیت نول و ارت تابلو بود. حالا برای فازها ببینید، زیر هر کدوم از کلیدهای نشت جریان سه تا خروجی فاز داره. حالا این کلیدها سه فاز هستن، تک فاز باشه خب یه خروجی فاز و یه خروجی نول داره. تو سه فاز ها سه تا خروجی فاز داره و یه دونه خروجی نول. اون خروجی نول رو که آوردیم بالا وصل کردیم به اون ترمینال های سه طبقه مون، به قسمت نولش که بالا هست، و با استفاده از جمپر نول ها رو به همدیگه جمپر کردیم که از کل در واقع نول هایی که روی ترمینال هست بشه استفاده کرد و به مصرف کننده ها وصل کرد، همونجوری که توی تصویر دارید میبینید. خب برای فاز این سه فاز رو از خروجی کلید نشت جریان آوردیم زیر کلیدهای مینیاتوری و با استفاده از باسبار مینیاتوری یه تعداد مینیاتوری رو با همدیگه پل کردیم. زیر تمام مینیاتوری ها رو با همدیگه پل کردیم. حالا این پل سه فاز اینجا میتونه توی تابلوی دیگه که حالا شما کوچیک‌تر دارید یا برقتون تک فازه میتونه به صورت تک فاز پل بشه. ولی حتما از این در واقع استفاده بکنید از این وسیله، چون خیلی کیفیت کارتون رو بالا میبره و خیلی تمیزتر میکنه تابلوتون. خب زمانی که این کار رو انجام دادید، خروجی کلیدای مینیاتوریتون هم باید ببرید زیر ترمینال ها. ردیف وسط حالا ترمینال ها رو به عنوان فاز ما داریم ازش استفاده میکنیم. در مورد انتخاب کلیدای مینیاتوریتون هم دقت کنید. برای مصرف کننده ها معمولا از مینیاتوری های تیپ B استفاده میشه که سرعت قطع بالاتری دارن نسبت به کلیدهای تیپ C. و برای در واقع کولر گازی ها و مصرف کننده های دیگه تون هم حتما در نظر داشته باشید که سطح مقطع در واقع سیم یا کابلی که برای اون مصرف کننده رفته توی انتخاب جریان کلید مینیاتوریتون خیلی تاثیر مستقیمی داره. این اگه یه سیم 2.5 کشیدید برای یه مصرف کننده، نمیتونید یه دفعه بیاید برایش مثلا مینیاتوری 25 آمپر بذارید، چون سیم 2.5 تحمل جریان 25 آمپر رو نداره و کلید مینیاتوری شما از مدار محافظت نمیکنه و باعث حتی آتیش سوزی هم میتونه باشه. یه سری مصرف کننده UPS هم ما توی این ساختمون داریم که با استفاده از اون دوتا کنتاکتوری که دارید میبینید توی تصویر، یه مدار چنج اوور خیلی کوچیک درست کردیم که زمانی که UPS یه موقع خراب شد و اتفاقی براش افتاد و نتونست مصرف کننده ها رو تامین بکنه، با استفاده از اون دوتا کنتاکتور و یک کلید فرمان دو طرفه مدار رو چنج بکنیم روی برق شهر یا روی دوباره UPS که بتونن در واقع اون مصرف کننده هایی که متصل به UPS هستن به صورت دائمی رو فعلا موقتا با برق شهر روشن بکنن تا UPS تعمیر بشه و مشکلش حل بشه. اگر میخواید در این مورد یه ویدیو مفصل داشته باشیم و بیشتر در موردش توضیح بدیم، توی کامنت ها حتما برام بنویسیم. و اینکه به هم بگید که توی تابلوهایی که استفاده میکنید و توی جرفیوزهایی که استفاده میکنید از چه کلیدهای مینیاتوری برای چه مصرف کننده هایی استفاده میکنید. حتما توی کامنت های موارد رو بنویسید، با هم به اشتراک بذاریم. لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه.